در ایران فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، با بهره برداری کامل از این مجموعه، مقدار زیادی گاز شیرین، میعانات گازی و همچنین گاز مایع و گوگر تولید می شود و ارزش فراورده های صادراتی آن سالانه 3.5 میلیارد دلار خواهد بود. ایران در دو دهه گذشته حدود 90 میلیارد دلار در پارس جنوبی سرمایه گذاری کرده، اما همچنان نمی تواند به اندازه قطر از این میدان مشترک نفت و گاز استخراج کند. امید شکری، کارشناس بازار جهانی انرژی از واشنگتن با ما هستن. آقای شکری، چقدر اهمیت داره افتتاح فاز 14 میدان مشترک گازی پارس جنوبی؟ بله، میدونی که این فاز بعد از 12 سال وقفه امروز افتتاح شد، یعنی عملیات اجرای این فاز 25 خرداد 89 شروع شد و دولت حسن روحانی به خاطر اینکه کمبود منابع مالی داشت، اولویت رو به فازهای دیگه و پروژه های دیگه داد و پس از 12 سال امروز شاهد بودیم که این فاز افتتاح شد. بعد از این فاز هم فاز 11 فعلا بعد از دو دهه تاخیر هنوز افتتاح نشده. در مورد اهمیت این فاز باید اشاره بکنم که روزانه تقریبا 50 میلیون متر مکعب گاز از این میدان تولید خواهد شد و میتونه به حل بخشی از بحران از این گاز طبیعی در ایران در زمستان آینده کمک بکنه. میدونید که ایران به طور متوسط سال قبل و امسال روزانه در فصول سرد سال 250 میلیون متر مکعب کمبود گاز داشت، یعنی تولید فاز 4 بیش از 5 برابر تولید فاز 14 پارس جنوبی. ایران میتونه از قبل صادرات میعانات گازی درآمد ارزی کسب بکنه، ولی نمیشه انتظار داشت با افتتاح این فاز همه مشکلات صنعت گاز طبیعی ایران به ویژه کمبود گاز در زمستان آینده جبران بشه. برای اینکه همه مشکلات حل بشه نیازمند چه امکاناتی هستش ایران؟ بله، میدونین افت فشار در میدان عظیم پارس جنوبی شروع شده، هم در فاز 14 و هم در بقیه فازا. مهمترین تکنولوژی که ایران میتونست در فاز 11 به کار بگیره برای کنترل افت فشار متعلق به شرکت توتال بود که پس از برجام این شرکت از ایران خارج شد و ایران با تکنولوژی شرکت های داخلی و روسی و چینی نمیتونه این مسئله رو حل بکنه. اگه به سوال شما برگردم، بدون رفع تحریما، بدون سرمایه گذاری از این درجه ساخت انرژی در ایران، بدون کنترل مصرف و بدون داشتن سیاست خارجی تنش‌زا، ایران نمیتونه حتی با افتتاح فاز 11 که قرار بود در خرداد و بعدا شد شهریور و بعدا شد اسفند ماه امسال که هم نتونستن اجرایی بکنن، اگر فاز 11 هم اجرایی بشه که برای افت فشار فقط ایران تونست سکوهای فاز 12 رو که 1500 تنی هستن به فاز 11 انتقال بده که خب عرض کردم بدون داشتن سکوهای 20000 تنی ایران نمیتونه مشکل افت فشار رو حل بکنه. همه شرایط باید برای جذب سرمایه و تکنولوژی لازم فراهم بشه و مصرف داخلی مورد بازبینی قرار بگیره. بدون رفع تحریما و با تداوم سیاست خارجی کنونی، ایران امسال با بحران روبرو بود، سال آینده با ابر بحران انرژی هم در بخش گاز طبیعی و هم در بخش برق در تابستان روبرو خواهد بود. و این در حالیه که در اون سمت قطر داره از این میدان مشترک بهره برداری میکنه و گازش رو صادر میکنه. بله، درسته. باید اشاره بکنم که قطر تقریبا 10 سال زودتر از ایران شروع به بهره برداری و استفاده از گاز طبیعی این میدان نمود. قطر تقریبا بیش از 99% از گاز مورد استفاده از این میدان را به صورت LNG به شرکت‌های جهان صادر میکنه و تا به امروز قبل از شروع بحران انرژی در حدود 1500 میلیارد دلار قطر از قبل صادرات LNG به جهان درآمد ارزی داشت و با سرمایه گذاری 30 میلیارد دلاری در تابستان گذشته قرار ظرفیت خودش رو در حدود 60% افزایش بده و رتبه خودش رو به عنوان بزرگترین صادرکننده LNG جهان در دهه آینده حفظ بکنه. و امروز اتفاقا رئیسی دستور داده که پروژه LNG ایران LNG هم عملیاتی بشه. ولی نکته که باید بهش اشاره بکرد، تکنولوژی شرکت‌های داخلی و منابع مالی نمیتونه جوابگوی همه پروژه‌های LNG ایران باشه. متشکرم امید شکری، کارشناس بازار جهانی انرژی از واشنگتن با ما.